من انگورامو دون کردم ببینش انقدر در اومد، انقدر هم زایات داشت. اونا رو شروع میکنیم به له کردن. یه نکته هم تو له کردنش بهتون بگم، اونم اینه که از آب میوه گیری یا گوشکوب یا وسیله سخت استفاده نکنید، چون تخم انگور اگه شکسته بشه توش یه روغنی داره، روغن خودش باعث میشه که این شرابتون اصلا کلن کپک بزنه. حتی با فشار دست بعد اون لهش بکنم. قدیمی هم که اونو با پا له میکنن، البته این کار میتونه خودتون انجام بدید. یه مقدار انگورتون خیلی زیاد هست، چکمه پلاستیکی خیلی تمیز بگیرین، اونو بشورینش کامل و با همون برین انگورا رو له بکنین. خب من تمام انگورا رو له کردم، اینو یه شکل در رو آبش هم کاملا سفیده، یعنی اصلا نگران نباشین. این پوست های انگور که تو مایه هستش بعد از چند روز که تخمیر شروع میشه مایه شما رو کامل قرمز قرمز میکنه. انگور باید به این شکل باشه، خیلی دقت کنید که اشتونهی شکسته نشده باقی نمونه توش. همه رو له بکنین و به این شکل در بریم. این الان آماده است که ما بریزیمش توی دبه و قفل هوا رو کار بذاریم و بریم واسه مراحل تخمیر. برای اونایی که میخوام به روش شیمیایی این شرابو درست بکنن، یه دونه قرص کامپتن، اصلا قرص رو رنگش هم سفیده، هر قرص واسه یک بالون استفاده میشه. اونو پودرش میکنین و خود آب همین انگور مخلوط میکنین و به دبه اضافه میکنید. به مدت 24 تا 48 ساعت نباید مخمر بهش اضافه بکنید. اینو ثبت میکنید، بعد از 48 ساعت که باشم ماهیتون استریل شد بعد مخمر رو باز میکنید و توی خود دوباره همین ماهی و کمی شکر حلش میکنید و به ماهی شراب اضافه میکنید. خب من ماهی شراب رو دبه هم اضافه میکنم. ملاقه رو من کاملا شستم، تمیزه تمیزه. من این انگوره رو چشیدم، به نظرم شیرینش خیلی کم بود، باعث میشه که الکلش کم بشه. به همین دلیل بعد اینکه ریختم تو دبه بهتون میگم چیکار باید بکنیم. برای اضافه کردن شکر بهترین کار اینه که شکر تو آب جوش حل بکنیم. حتما آبتون باید کامل به جوش و غل بخوره، بعد شکر رو اضافه کنیم و بعد صبر بکنیم که کامل سرد سرد بشه، بعد به ماهی شراب اضافه کنیم. تو قابلمه یا ظرف دیگه اون رو نجوشونیم، بخواد اینکه ممکنه چربی توی اون قابلمه باشه و خوب شسته نشده باشه، اون چربی شراب شما رو خراب کنه. حتما لیوانتون تمیز تمیز باشه، آب خالص یا آب معدنی توش بریزیم که مطمئن باشه. بعد بذاریم توی ماکرو تا کامل بجوش و شکر رو اضافه کنیم. آبش میبینیم که کامل جوشید و عشان قول خواهیم. من به اون اندازه ای که انگور دارم بوده آش و غذا خوری به یک و نصفی شکر اضافه میکنم. در واقع همون سوخته مخمر هست، باید میشه هم تخمیر سریعتر آقاس بشه، همی که مقدار الکل بره بالاتر.
بعد اینو میذارم سرد بشه و به ماهی شراب اضافه بکنم. این ماهی شراب اون الان به این شکله. کسانی که میخوان با مخمر شراب رو درست بکنن اون روش هم بهشون آموزش میدم. آب و شکر که به همون روش ما جوشوندیم و گرم کردیم بزنیم ولرم بشه، بعد مخمر شراب رو بهش اضافه میکنیم، همونو هم میزنیم و میزنیم یکم بمونه تا مخمر ها فعال بشه. اگه مخمر نون هم دارین برمیشه که عمل بکنیم. دقت کنید آبتون نباید جوش باشه، ننگوش میکنید توش، ننگوش نباید بسوزه. اگه خیلی داغ باشه مخمرها بمیرن و فعال نمیشه. بلرم باشه تا عمل بکنه، بزن یه 4-5 دقیقه بمونه. خب حالا این مخمرمون رو اضافه میکنیم به ماهی شراب. همش میزنیم و این آماده است دیگه برای تخمیر شده. دبه رو درش رو میبندیم و میزنیمش یه جای گرم. گرماش نباید 27 درجه بیشتر باشه، از 27 هم کمتر باشه تخمیرتون خیلی دیر اتفاق بیفته، اصلا ممکنه تخمیر انجام نشه. این نکته رو خیلی رعایت بکنیم. 27 درجه بیشتر باشه خیلی سرعت تخمیر میره بالا و شرابتون خراب میشه طعمش. همین دلیل باید خیلی مراقب باشیم. تا یکی دو روز ما صبر میکنیم، بعد میام سراغش تا مراحل بعدی رو بهتون آموزش بدم.